سلام ها و درودهای گرم به شما بینندگان عزیز برنامه برگ از تاریخ با یوسف اردلان هستیم و نگاهی میکنیم به سالگرد آبان. در سالگرد آبان 98 چگونه همچنان زندانیان سیاسی، همچنان جوانان این سرزمین در دستان جلادند، صیاد جوانان و زنان و مردانی که برای نان، آزادی و حرمت انسانی فریاد می کنند و علیه روحانیت و سلطه آن در این کشور می جنگند، مبارزه می کنند و اعتراض دارند. در این حال نگاهی می کنیم به حکومت اسلامی و بودجه های عظیمان در این دوره بودجه نویسی های حکومتی، سه برابر شدن حجم هزینه های نظامی و امنیتی در دوره دولت به اصطلاح وفاق ملی، ارگان هایی که زیر نظر بیت رهبری است و بیتی یا روحانیتی که بیش از 75% هزینه ها و بودجه ها و ثروت کشور رو میبلعه و هیچ نه نظارت و نه مالیات و نه هیچ گزارشی به ملت، به مردم داده نمیشه. تنها آن چیز که در نگاه همگان هست آزاده های حکومتی است که در کشورهای مختلف و در تهران بهشتی برای خود ساختند، بهشتی که حوزه های علمیه با به اصطلاح دستگاه و ماشین آخوندسازیشون در حال سازمان دادنند و مردمانی که بی آب و برق و نان و آموزش و بهداشت در سرزمینی و با زدی آخوندی زندگی می‌کنند. پیش از آن درود میفرستم به شما یوسف عزیزم و امیدوارم که خوب و سرحال باشید. درود بر شما و بینندگان گرامی. یوسف جان، متاسفانه همچنان به قول فرید دستگاه حکومتی تنابهای دارش هست که آماده است برای قربانیانش. بعد از در واقع محکوم کردن زندانیان زن زندان اوین اعدام، ما شاهد محکوم کردن بچه های اکباتان هستیم در واقع برای اعدامشون، کسانی که همه به عنوان اجتماع و تبانی تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه نظام، بقی و امثال هم به مرگ محکوم شدن. در این حال شاهد اعتراض و ایستادگی بی نظیر زندانیان هستیم در 25 زندان کشور. در 43 هفته اعتراضشون به نه به اعدامی که میشه گفت که خصوصا در این آستانه قیام آبان 1398 نشانه های اینه که این حکومت همچنان بران بستر هست. به قول گزارشاتی 28 نفر فقط در سه‌شنبه گذشته تا سه‌شنبه پیش اعدام شدند و 133 تن سامر، 3 زن و 13 شهروند افغانستانی فقط تا 16 آبان که اعدام شدند، که این چیز واقعا وحشتناکیه. چگونه میبینین این ایستادگی ها رو، این زن در واقع در زندان های اوین که بند زنان و بند 48 هست تا قزلحصار و
زندان مرکزی کرج و تهران بزرگ و عراق و خرم آباد و اسد آباد اصفهان و دستگرد اصفهان، شیبان احواز، نظام شیراز، بم و کهنوج و مشهد، قائم شهر و لاکان رشت بند مردان و زنانش، اردبیل و تبریز و ارومیه و سلماس و خوی، نقده و سقز و بانه و مریوان و زندان کامیاران، همه این زندان ها سه‌شنبه های اعتراض علیه اعدام رو برگزار میکنن تا نذارن زندانیان توسط دستگاه آدمکش اسلامی اعدام بشن. چگونه میبینیم این ایستادگی ها رو خصوصا در واقع در این آستانه آبان 98 که همبار بسیارانی اون 1500 کشتی خیابان ها رو بیاد میارن و بعد کشتارها و اعدام محاکمات وحشتناکی که تنها یک اعتراض مدنی علیه این که بنزین رو نباید گران کنید، اینجوری سه برابر کنید، و الان در همون آستانه آبان، سالگرد آبان، باز میخوان بنزین و سوخت و همه چیز رو گران کنن تا بودجه های دولت اسلامی، حکومت اسلامی رو تامین کنن. چگونه میبینید؟ شما خیلی مطالب و نکته های جالبی رو در مورد این حکومت گفتید. واقعا این حکومت دیگه جایی برای افشاگری نبوده و این بحران وسیعی که هم تمام دنیا رو گرفته و انعکاسش هم در همین حکومت میبینیم، هیچ نوع خط قرمزی در مورد انسانیت، ارزش گذاشتن برای جون آدمی زاد مطلقا برای این حکومت وجود نداره. اشاره کردید به همین هفته پیش که حکم اعدام همین جوانان که بنا پرونده اکباتان شما اشاره کردید، ولی اسماشون رو من در بودم، خیلی ساده حکم اعدام دادن بهشون. میلاد آزمون، علیرضا کفایی، علیرضا برخوردپور، حسین نعمتی، نوید نجاران و امیر محمد خوش اقبال، اینا و یک زندانی دیگه که حتی اسمش فقط اسم کوچیکش گویا درس کرده، محمد مهدی سین پامیدش هست که از معترضین پیرارسال بود، اینا رو همه رو به اعدام محکوم کردن. برای چی؟ وقتی مجموع تعداد اعدام ها رو در نظر بگیریم، میخواد پهلو بزنه به اعدام های سال 67، همونطوری که خامنه‌ای گفت هنوز سال 67 هنوز هم میتونه وجود داشته باشه، همون هست. یک به صورت یک ارزش برای خودشون میذارن آدم کشی رو. من این آدم کشی رو توی وقتی انعکاس تو دنیا میبینیم، یا رو توی الان ارزش در به اصطلاح سربازای اسرائیلی به عنوان ارزش با خبرنگارا صحبت میکنن، میگن چند نفر فلسطینی رو کشتیم. دو همون فرهنگه، همون نکبته که این حکومت اسلامی هم علی‌رغم اینکه خودشو مخالف در واقع اسرائیل میذاره، ولی منطقش، جوهرش، فرهنگش همونه. افتخار میکنه به اینکه در یک ماه 188 نفر رو اعدام کرد. آخه این چه قدرتیه، آخه چه به اصطلاح معیاریه که اینا میذارن. و در مورد تمام صحبتهایی که کردید که مالیات نمیدن نهادهای فرهنگیشون، وقتی میگیم واقعا شرماوره وقتی میذارن اسمایی رو که اصلا از شدت عجیب بودنش آدم تعجب میکنه، همچین چیزایی چه پولهای هنگفتی رو به عنوان بودجه میبرن.
تمام نهادهایی که به اصطلاح مربوط به تبلیغات اسلامی تا 200-250% در بودش بریم روی چیز اضافه. آره روی 100% اون بریم، ولی این در این آستانه شما 98 در واقع آبان 98 یادتونه، هممون یادمونه، همه یادمونه توی 3 روز 1500 نفر آدم رو کشتن، گفتن این داعشی ها توی محشر حمله کردن، زدن با سلاح‌های سنگین بچه های مردم رو کشتن، و بعد ما می‌بینیم که چقدر داستان ها ساختن که مردم چه جاهایی رو آتش زدن، مساجد رو آتش زدن، پمپ بنزینا رو آتش زدن و اینها، و کشوندن ملتی رو، جوانایی رو به در واقع دادگاه های و بیدادگاه های اسلامیشون که بگن که چقدر حق داشتن. اون کشتار صورت گرفت، دوره هم بود که یه دفعه روحانی اومد که اصلا من خودم تازه از رادیو شنیدم مثلا بنزین رفت گرون شده، در یه دروغگویی های آشکار همه آماده بودن اولین حرکت های مدنی رو با وحشیانه ترین صورت سرکوب کنن، چون خودشون انتظار شورش رو داشتن برای 3 برابر کردن قیمت بنزین. الان هم داره ما همون شرایط هست، میخوان یک بار بنزین رو ببرن یه قیمت وحشتناکی قیمت سوخت رو، و میگن خب باید همه بپردازن دیگه، چرا باید مثلا نپردازن؟ هیچ بودجه باید تامین بشه، ارز باید نداریم ما برای این، اما ارز دارن برای روحانیت، برای اینا. بریم بعدش میریم روی بودجه. توی آستانه 98 در واقع و این دوری هم دارن کشتار میکنن، این کشتار چگونه است؟ چگونه شما میبینید؟ ارزیابیتون از این ماشین کشتار واقعا چه هست؟ این مطلبی که شما واقعا به درست هم گفتین که یه بنزین رو 3 برابر کردن، و حتی اگه 3 برابر کردن بعد یه دلیل ظاهرن مردم فریب بگیم یا بگیم ابله فریب میارن، میگن آخر نگاه بکنید قیمت بنزین در خارج از ایران خیلی بالاست و این هنوز 3 برابرش کردیم به اون نمیرسه. راست میگم، راسته، بنزین ارزونه نسبت به اون، ولی حرف در اینه درآمد مردم آیا کارگر به معادل کارگر خارج از مرز ایران پول میگیره که بتونه بنزینو به اندازه با پولی که به معادل خارج از ایران یا در جهانی یا مقایسه با اروپا میگیری؟ شما این رو به هر کسی در واقع فرض کنیم جای مثل فرانسه که حداقل معیشت حدود 1100 یورو دیگه هیچی نداشته باشه، حداقل باید این رو داشته باشه. آیا در ایران همچین معیاری وجود داره که بعد بره بنزین لیتری 4 یورو 30 یورو بخره؟ خب نیست دیگه، درآمد نیست. بعد میگه ببینی قیمته با اونا نمیخونه و این ارزون تره. منظور این حالت در واقع خودشون رو گول میزنن یا میخوان مردم رو گول بزنن با اینا، و بدبختانه این شرایط نکبت بین المللی هم طوریه که به تداوم این حکومت کمک میکنه. یعنی تداوم نکبت و بحرانی که تو ایران هست، همه قدرت های بزرگ این رو دوست دارن اینجوری باشه، چرا که به قیمت ارزون نفت رو میتونن بخرن. آخه وقتی ایران تحریم نباشه که چین انقدر ارزون نمیتونه بخره بنزین رو یا هر جای دیگه. الان قیمتی رو واقعا اگر بازاری برای نفت ایران هم پیدا بشه، حتما با بازار خیلی خیلی ارزانی این رو خواهند رو. ما نمونه این رو دیگه در همسایگیمون عراق میبینیم که حتی به 19 دلار هم فروخته میشه بنزین، در حال که قیمت بازار هر طور بالاتره. و این مسئله میخوان اینجوری باشه، و نکته متاسفانه فشار به اصطلاح خارج از ایران این نکبت رو، تداوم این نکبت رو امکان پذیر کرده.
و میبینیم که در برابر این تنها چیزی هم که حکومت دینی، حکومت اسلام از اولش هم خودشون گفتن و میگن، ولی ما مثل که نمیخوایم باور بکنیم، میگن اساسا ما با شمشیر کار میکنیم، حکومت میکنیم. خود محمدش بیشتر از 160-170 تا جنگ کرده، غزوه کرده، هیچ ماهی نیست که جنگی انجام نداده باشه. و هرچی هم صحبت میکنن از نوح خونش بگیر تا مفسر قرآنش تا همش، صحبت از غزوات هست و خود صحبت کشت و کشتار. ما نمیخوایم اینو باور بکنیم، مثل این که تا موقعی که خودمون به این بیپای بودن این جنایت، و میدونیم تو نفس بشر هم اینم دیگه مربوط به روانشناسی اجتماعی، اون به قول مرحوم حابیل و قابیل هر دو وجود دارن، و الان وقتی که اون قابیل بیشتر دستش میره و واقعا زمینه رو که وجود آوردن غیر قابل تحمله، نمیشه گفت چجوری این روند به کجا میکشه. چون یه وقت هم هست فقر وقتی خیلی بالا بره، اگه شورشی هم باشه، شورش های فقر خیلی امیدوار کننده نیست. میتونه با یه رپورت، میتونه با نمیدونم کمیته های خیرات و از این حرفا فروکش بکنه. اینجور چیزا رو در دنیا زیاد میبینیم و امیدوارم که همین اشاره کردید به مقاومت زندانیان در سه‌شنبه های نبه اعدام که 43 روز داره یک سال میشه، اینا امید میده که نه، پشتبندی میتونه داشته باشه شورش ها و به اصطلاح بپاخواستن هایی که ممکنه پیش بیاد. چون در هر صورت ما یعنی آینده نه خیلی دور، چشم‌انداز آینده تحولات و تغییرات الزامی رو پیش میاره. یکیش مردن چیزه، همین خمینی. ما نمیتونیم الان پیش بینی بکنه یا رمل و سلاب بندازه، ولی واقعیتی که میشه راجبش فکر کرد. دقیقا این پروسه جانشینی و به قول شما یه مرگش و اینا، نکته رو ما بارها و بارها صحبت کردیم، همه از جانشینی رو صحبت میکنن، ولی واقعا یعنی چی؟ ما وقتی تجاربی رو داریم همون بعد از قیام، اداره شهرها در تمام ایران به دست مردم خودش بود، به دست مردم خودش بود تا تونست همین حکومت سر جاش بمونه، ولی به طور مشخصش به دست مردم در میبینیم در کردستان اتفاق افتاد. در کردستان اتفاق افتاد. این مردم تصورش میشه کرد در هر شهری از طریق همین اداره محلات اداره شهر رو به دست بگیرن، هم شدنیه، هم چیز عجیبی، نه تنها چیز عجیبی نیست، شدنیه. اون وقتی طبعا با این ترتیبی که وقتی میبینیم در 25 شهری که زندانیا اتصال کردن، این پیوند رو میبینیم، این پیونده، پیوند زندانی با هم دیگه یعنی چی؟ یه زندانی آدمیه که قطع ارتباط داره با دنیای خارج. با این قطع ارتباط در دنیای خارج ما 25 شهر رو میبینیم که پیوند دارن با هم دیگه. تا چه رسه به این که من این که آزاد باشم تو محله خودم، تو شهر خودم، باید راهی برای پیوندهای گسترده تر بیاندیشم. ما مهم نیست که فقط امروز بیاد مثلا بیاد تو خیابون، راست میام حق ما میاد در تو خیابون، ولی نه اینکه خودمون رو بکشتن بدیم، نه این رو اینم تجربه کردیم، پیوندمون رو تبدیل به پیوند واقعی عینی و سازمانی بکنیم، سازمان یافته بریم به میدون، منتظر هیچ سازمان دیگری نباشیم. هیچ سازمانی وجود نداره که بیاد
چیز بکنه. وقتی میبینیم یارو 25 نهاد اسلامی که بعضیشون فقط یکی دو نفر ممکنه باشه، یکی دو آیت الله، با عنوان مثلا دانشگاه اهل بیت، آخه اینم شد اسم، آخه اینم شد نهاد که 100 میلیون 900 میلیون مثلا یا بیشتر یا کمتر که مثلا پول میگیره. آره بریم روی پس چیز. الان شما خیلی به درستی روی مسئله بودجه چیز کردین، خب این بحث های مسئله بودجه و افزایش در واقع هزینه های حکومتی بحث های بسیاری رو برانگیخته. اولین بحثش در واقع همین هست که بسیاری از هیچ بودجه عمرانی در این کشور وجود نداره. دومیش اینه که بودجه نظامی به اصطلاح سه برابر میشه و بنزین و سوخت مردم داره به یه قیمت عجیب و غریبی میرسه که دیگه توی چیزها ذهنها نیست. یعنی میخوان به گونه‌ای به اصطلاح کسری بودجهشون رو، کسری بودجه‌ای که به اصطلاح برای تقویت بنیاد دفاعی کشوره فلان اینا، یه جوری ازش درش بیارن، از جیب مردم در بیارن. تا حدی از به اصطلاح از رهبریشون اجازه میگیرن که ارزی از این به اصطلاح صندوق ملی بگیرن که اون صندوق ملی معلومی چه رازی درش هست و چقدر پول هست درش، چه کسانی درش هست. ولی در هر حال ما میبینیم شاهد یک کشوری هستیم که روحانیتی اومده مساوی کشور تصرف شده به غنیمتش گرفته. بعد ارگانهای عجیب و غریبی هست که خصوصا خب بعضیش برای مردم شناخته شده است که همه اینا زیر نظر دولت هست. یعنی ما یه بودجه‌ای داریم برای یک دولتی که بروکراسی مدرن رو، یعنی مثل آموزش پرورش و مثل ادارات و استراد چیزای بهداشتی و اینها رو اداره میکنه، برای این کلیت این مردم یه بودجه هست که حدودا 25-30% در واقع درآمد کشور میره اینجا. اینجا یه سری نظارت ها هست، یعنی گزارشاتی هست یا حداقل عدد و رقم های رای میشه که هیچ کدامش خیلی هاشم واقعی نیست، اما حداقل عدد و رقم هایی در اینجا اعلام میشه. اما توی ارگانهای رهبری، تحت رهبری که زیر نظر رهبریان، هیچ آماری نیست. از ارگانهایی که مطابق قانون اساسی زیر نظر رهبر و خامنه‌ایان رهبریان، از صدا و سیماش گرفته تا سپاه پاسداران و ارتش و شورای نگهبان و مجمع تشخیص و مجلس خبرگان و قوه قضاییه و نیروهای مسلح و شورای عالی امنیت و سازمان بسیج و فرماندهی نیروهای انتظامی گرفته تا یه ارگانهای غیر مستقیم مثل همون صندوق توسعه ملی، بنیاد حفظ آثار ارزش‌های دفاع مقدس، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان حج و زیارت، سازمان فرهنگ و ارتباطات، سازمان شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، تا اون چیزای نظامی که ما داریم و روحانیه. بعد یه سری نهادها هست که اصلا کامل مستقله از قوه مجریه. و جالبش اینه که از دولت مدام بودجه میگیرن. به قول شما یه نهادی دو نفرن یا دو تا آیت الله یه بودجه میگیره، مثل اون بنیادی که معطوف به آقای مصباح یزدی یا به قول مردم تمساح یزدی، تا آستان قدس رضوی که این در واقع چیزای مشهدی های روحانیت قصبش کرده، تا آستان معصومه، آستان مقدس احمدی و محمدی، بنیاد 15 خرداد، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب، دفتر تبلیغات اسلامی، اتحادیه انجمن های اسلامی دانشگاه، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان ستاد اجرایی فرمان امام، سازمان اقتصادی کوثر، شورای سیاست‌گذاری اهمی جمعه،
شورای عالی قرآن، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، کمیته امداد امام، مؤسسه اطلاعات، بنیاد علوی، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، حوزه علمیه قم، بنیاد برکت، مؤسسه کیهان، مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی، مرکز تحقیقات علوم انسان اسلامی، نهاد رهبری، نمایندگی رهبری در دانشگاه، نهاد نمایندگی رهبری در مراکز استانها، و همین جوری این لیست ادامه داره. در دو ملتی که باید خودشون رو متمرکز کنن، خب این چجوریه؟ مالیاتهایی براشون برای همه این ملت در نظر گرفتن که اصلا معلوم نیست چجوریه. اختصاص همتها به قول معلوم میلیاردها رو ما به این چیزا شاهدیم، اما آن چیزی که گزارش میشه درآمدهای این امامزاده ها و این نهادها و این به قول معروف اوقافا نیست. آن چیزی که هست دارن مردم میگن برق و آب و گاز و پول ناترازی و به اصطلاح کارخانه هایی هم که نمیتونن پولش بدن، برقایی که قطع میشه و افزایش قیمت های بنزینیه که باعث میشه نونها رو از سفره های مردم بدزدن. تو این شرایط چگونه میبینید واقعا شما که خب میدونم خیلی در مورد روحانیت از قدیم کار کردیم، این چجوری، این دستگاه چجوریه، چجوری این کشور رو به غنیمت گرفته و چگونه داره پیش میره، این مکانیزم های کار این مافیای روحانیت چه هست؟ مافیا روحانیت جدیه طرف بله اونا هستن، ولی جامعه عبارت از اونایی که حکومت میکنن و اونایی که حکومت رو میپذیرن. اگر کسایی باشن که حکومت رو نپذیرن، یعنی توده مردمی که بیدار بشن، واقعا راهی رو به هر وسیله‌ای هست بی اعتبار کردن، بی اعتبار دونستن و باور بی اعتباری این حکومت و روحانیت به طور کلی، تا وقتی که تو به آقای مسجد محلت سلام میدی و احترام بهش میذاری، میدونی که یه میخ محکم کردی به پای حکومت. اینو باید قبول بکنیم. مسئله اینا از همین جا شروع میشه، از همین کمیته های میدونی که پایه های حکومت هم کمیته ها هستن، بی اعتبار کردن اونا، بی محلی کردنشون، در واقع حد اقلش به اصطلاح نافرمانی مدنی نسبت به تمام ارکان حکومت همش. و در این حال در زیر این نافرمانی سازماندهی برای محب اینا، این یه نکته خیلی خیلی تجربه شده است. یعنی وقتی میکن اگر این حکومت داشت خلعی به وجود میاد، هیچ خلعی هیچ ترسی نداره. عرض کردم این خلل ما تجربه کردیم، خلایی که 2 سال در کردستان وجود داشت معناش این بود که حتی جرایم جنه هم به حد اقل رسیده بود، تا چه رسه به جرمای جنایی. یعنی اتفاقی نمیفته. مردم وقتی که به شهروند بودن خودشون، به مدنی بودن خودشون باور داشته باشن، مردم که آشوب نمیخوان. و واقعا اون موقع هست که دیگه لاتولوتا و نمیدونم رجزخانا و نوخانا دیگه غلطی نمیتونن بکنن. تا وقتی تو بهش احترام بذاری، ولی غلطی میتونه بکنه، هر کاری میتونه بکنه. به این جنایت ها که اخیرا میبینیم، چه در واقع داخل زندان، چه در به طور کلی خارج از اون، اصلا آشوب برانگیزن اینا. میتونی اینا رو بی حرمت بکنی وقتی کمیته های نمیدونم عزاداری محلات روز به روز این خودشو محکم تر میکنه و نمیدونم به ساعت های روزخانی و چای و بند و بساط میکنه. این ربطی به دین و در واقع اعتقاد نداره، تنها ابزاری هستن برای سرکوب، برای ارعاب. و حکومت دین یعنی حکومت ارعاب، چون تو از اولش از خدا میترسونه، از گناه میترسونه. حالا گناه خدا چیه؟ همونی که آقا میگه. حالا از کجا این آقا میدونه این گناه
والا من نمیدونم کتابم گفته. خب این کتاب در کجا اومده؟ اینه دیگه نباید گفت. کپرا باید مجازات بشی تو کافری اگر شک بکنید اینکه این کتاب از کجا اومده و کی به تو این حکم داده. میگه من نماینده خدا. آخه این بیگه مثلا خیلی ساده است. این کاملا درست از نظر من منطق نمیخونه، متناقضه، ولی باید بهش آگاه بشی. و تا این حد، تا پذیرش حکومت وجود داشته باشه، این حکومت ادامه خواهد داشت. مثلا نپذیرفتنشه با تمام وجود درکش بکنیم که این حکومت دینی یعنی حکومت جهل و جنایت. آره جهل و جنایت، اونا جنایتکارن، اونا جاهلن، ولی ما نباید قبول بکنیم. نکته اینه. و این نپذیرفتنه که اینجاست یه ذره امیدوار میشیم. اونایی که کاملا این حکومت نپذیرفتن و در زندانن، ندای آزادی رو سر میدن و باش بهشون تحصی کرد، باید بهشون در واقع در مقابلشون تعظیم کرد و پیروی کرد از ایده خیلی ساده که نه به اعدام، خیلی ساده ترینه. و طبعا ادامه مبارزه متشکل و هماهنگ که عرض کردم، این هماهنگی رو ما گوشه های از این هماهنگی رو میبینیم. یعنی این، یعنی در یه روز تمامه. وقتی شهرها رو نگاه میکنیم، از کهنوج کرمان بگیر تا خوی و اردبیل و رشت و کامیاران و بریوان و سنندج و سقز و بانو و تمام اینا رو میبینیم. از شمال تا جنوب یک جغرافیایی که تحت تسلط این حکومت نکبتبار هست. در نتیجه میگیم که این ارتباطات وجود داره و مسئله دیگه از افشاگری یا روشن کردنی که چه جنایتی میکنن هست. وقتی که میبینن این نهادهایی که عرض کردیم، شما مقدارشو گفتید، من الان حدود 25 تا از این اسمای عجیب و غریب جلو دستم هست که واقعا شرم‌آوره. اینا میلیاردها تومان، یعنی هزاران میلیارد تومان. حالا اینقدر پولم قیمتش کم شده که به اصطلاح کلمه همتم اومده، هزار میلیارد تومان. آخه نمیشه خوندش. 12 تا صفر داره، 12 رقم میشه 13 رقمه. به یک رقم 13 رقمی چجوری بخونیم؟ تازه اونم با تومان. اگه ریال بگیریم که واحده میشه 14 رقم. تو یه رقم 14 رقمی رو خدا تو شده نمیشه نگاه کرد. با اینو تا کی؟ واقعا تا کی میتونه بره؟ وقتی که مثلا دفتر تبلیغات حوزه علمی قم داره دو سه جور به دو سه اسم مختلف، شورای نمیدونم، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، چهار تا اسم میذاره بغلش و نمیدونم در کنار همینا اسمهایی رو میذارن که بعد بوجه هایی که براش میذارن. وقتی نگاه میکنی در مجموع برای این 25 مثلا 25 تا از اونها، یه مقدارشون شما گفتیش بیشتر، این 25 تا رو که من نگاه کردم حدود 53 هزار میلیارد تومان، یعنی میشه یک تقریبا یک پنجم تمام بودجه آموزش و پرورش. وقتی مقایسهش میکنی که اینا فقط نهادهایی که همونه برای نمیدونم نهاد دبیرخانه نمیدونم انتشار آثار امام، دبیرخانه بعد میبینی که 900 میلیارد میلیون دلار میلیون میلیارد 90 میلیارد تومان پولش میگیره. اینا دیگه همش
آدمایی که به یا اینکه حدود 5000 تو طلبه از خارج بگیری. یه نهادی داری محمد مصطفی العالمی مثلا این تو بگیش که تنها چینه که استفاده بهینه میکنه از این طلبه ها، از قسمت های چینی میان حوزه علمی قم فارسی یاد میگیرن برمیگردن چین. من تمام مترجم های فارسی چین عمدتا از همین طلبه هایی که میان قم فارسی یاد میگیرن برمیگردن و کارهای با مناسبات زیادی که هست اونجا کار میکنن. یعنی برای آموزش زبان میان واقعا این هم اصلا مکلفه چینی که میکنن، واقعا اکثریتشون برای یاد گرفتن زبان میان. با آقایون هم خب پولم خرج میکنم براشون. اینم از عوارض ادارات و آموزشگاهشون هست. یه چیز یعنی واقعا دردناک اینه توی این چیز بودجه آن چیزی که پس حداقل میگن 35%، یعنی خود دولت میگه 35% بر هزینه های مردم برای کالاهای اساسی از دارو تا غذا و فلان اینا اضافه میشه. 35% یعنی تغییراتی که برای خودشون دارن صورت میدن، یعنی تمام کالاهای اساسی 35% اضافه میشه که یه 3 میلیارد کاهش 3 میلیارد دلار از سبد ارزش ارز ترجیحی در بودجه است. بعد توی این در حالی که این انجام میدن یک دفعه به اصطلاح یک نهادی درست میکنن برای به اصطلاح چیز حجاب که تمام زنانی رو که نمیخوان تن بدن به آپارتاید جنسی اسلامی رو مشمول در واقع به اصطلاح درمان یک چیز درمانی بکنن و سریع هم یک ارگان درست میشه براش، یعنی یک عده آخوند رو سامان میدن با یک سری از این چیزا که این کار رو چیه انجام بده. یک باره مثلا یه آیت اللهی در حال به قول معروف سقط شدن در سن 100 سالگی یک دفعه یک نهادی براش درست میشه که مثلا این نهاد یه بودجه بزرگی رو ببره. ما شاهد یه چیزی هستیم میشه گفت که مثل واقعا غارت شدن یک کشور، یعنی یک کشوری رو اینا به غنیمت گرفتن، غنیمت گرفتن و دارن مثل یه اشغالگر باش رفتار میکنن. از ما سابقه روحانیت رو داریم، خصوصا مثلا در دوره های قاجار و دوره صفویه و بعد دوره قاجار و بعد حتی دوره رضا پهلوی و محمد رضا که روحانیت به مثابه چیزهای مذهبی از برخی سلب مالکیت میکرد و اضافه میکرد به اون اوقاف و در واقع املاک روحانیت. این سلب مالکیت یه امتیاز ویژه‌ای بود روحانیت داشت، هم به خاطر به اصطلاح طرف دینش رو ول کرده بود، میگفتن آقا این دیگه مسلمان نیست، یا اینکه مثلا بهاییه، یا اینکه یه چیزی هست، میرفتن این کار رو میکردن، تعرضات مالکیتی انجام میدادن. الان که دیگه اینا قدرت هم کامل دستشون گرفته بعد از اون دوره اولیه انقلاب که یک دفعه خمینی با یک در واقع فرمانی همه اون اموال دولتی و در واقع سرمایه‌داران فراری رو یک باره آخوند خور کرد و به نام بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و اینها گرفت زیر دست و امتیاز خودش و هیچ در واقع گزارشی هیچ چیزی به ملت هم ارائه نداد، چرا که اصلا اون جزء امتیازات روحانیت بود و خب تصرف کرده بود غنیمت اسلام بود. الان این غنیمت دیگه کامل کل کشور گرفته که حتی جالبش اینه یه آدمای به اصطلاح چیزای اقتصاددان های
که کارشناسان اقتصادی که حکومتی هم بودن خیلی هاشون یا دانشگاهی هم دیگه از فریادشون از این در اومده که بابا 70% اقتصاد ایران دست نهاد رهبریه و معاف از مالیات و گزارش. آخه چطور میشه یه کشوری رو اداره کرد که 70%ش 70% بودجهش دست یک نهادیه که نه گزارش میده به ملت نه مالیات میده و مدامم فربهتر میشه از زندگی ها. این چه اصلی هست در این؟ چگونه است که حتی به قول معروف نظام پهلوی که خودش رو تا حدی سکولار میدونست نتونست در مقابل وایسه و حتی تقویت کرد این نهاد رو که بعدا مثل یک بختک بر جامعه ما استوار بشه؟ این عرض کردیم مثلا این حکومت دینی، حکومت اسلامی خودتو مالک همه چی میدونه. خودتو قرآن هم هست انفال، انفال عبارت از تمام کوه و در و دشت و اینا مال آقایونه. آیه قرآن برات میاره که این مال ماست و تازه منت هم میذاره که حالا ما یه مقدارش میدیم بشون. تبدیل به این مسئله شده. یعنی اونا چیزی به عنوان در واقع حتی اگر بگیریم که به منافع ملی مطلقا در ذات اینا وجود نداره، مطلقا وجود نداره. مثلا یکی پا میشه به عنوان این که دریچه باز میکنن و میاد دو سال صحبت میکنه از به اصطلاح فسادی که در کل حکومت هست و از نمیدونم اچاپای بگونه فساد هایی که میکنن و اینا، بعد ولی یه تو تمام صحبتاش یه نکته رو جالب بود که خبرنگار ازش میپرسه آقای فلانی شما که این همه به حساب خودش از اون معاف میدونه از این فسادی که در حکومت هست، میگه من اگر پزشکان نیامده بود من میرفتم. خیلی ساده خونسرد. آقای پالیزدار حالا اسمش نخواستم بگم بعده. این خود این نکته خود این جمله خیلی معنا داره. یه آدمیه که یک عمری در نهادهای دولتی صاحب قدرت بوده، صاحب رأی بوده و این راحت میگه اگه پزشکی نبود من میرفتم. یعنی تمام کشور و سرنوشت و تمام اینا همه چیش اینا برای مطرح نیست هستن. حالا پزشکان اومده چون میخوام مبارزه با فساد بکنن، اگر هر جای اسم من ببرن دیگه یارو میترسه و جا میزن و خلاصه. درست همون فرهنگ وقتی حرف رو نگاه میکنی میبینی در نهادش همون حرف لومپنی، همون جاهلبازی، یک فرهنگ جاهلی و لومپنی همین ازش در میاد. متاسفم این چیزم که هست، یعنی این خودی پاریزدار خب به قول معروف باز رخ نمایاندنش بعد از مدت ها که چیز کرد، خب مسئله پروسه جانشینی به اصطلاح خامنه ای واسه مشتبه رو مطرح کنه ظاهرن همه فسادا برداشته میشه آره کسی که خودش مظهر فساد و قارت به کشوره میشه مبارزه با فساد. تمام هرچی دار هرچی هست و نیست رو متعلق به روحانی بدونی دقیقا همین میشه دیگه. چیزی برای بانیمون مثلا آقا مشتبه یک کمی بیشتر مثلا نفت بیده به مردم مثلا این نکته هست. این که باید زندگی های مردم رو با آتش میکشه. ناف این تفکر رو باید برید. دقیق. حکومت دینی رو باید نخواست. این نکته مهمه و اصل قضیه است. ولی هم یه انفال است و مال منه همه چی. حتی مال منه اونم که به جای خودش. باید این حق حاکمیت رو در واقع در هر حال باید نقد کرد. یعنی نقد کرد در تمام ابعادش.
دقیقاً خود بدون آدم، سلب باید بره تو ذهن آدم، تو وجود خود آدم که اینا مطلقاً حق ندارن. یعنی به قول معروف این افشاگری ها و اینا در رابطه با بودجه ها و در رابطه با به اصطلاح برخی افشاگری های برخی از این نهادها فقط یا آدم هایی که در این نظامن هرچند نشانه های یک فروریزی و صدای خرد شدن این ساختارهای دولتی و حکومتی مذهبیه، اما در این حال دست بسته بودن دولت در مقابل هم دستگاه روحانیت بیت نشون میده و هم از اونجا نشون میده که در واقع این نشانه های یک کشور تصرف شده است، غنیمت گرفته شده توسط یک اشغالگر به نام روحانیت، و این با نصیحت و رایه و اینا حل نمیشه. مشکل کشور ما رو باید با سلب مالکیت از امتیازات ویژه روحانیت و دستگاه های امنیتی و نظامیش، سلب در واقع مالکیت از نهادهای مذهبی و کل روحانیت و قدرت ملی کردن و قدرت املاک و ثروت ها در واقع جستجو کرد و رای پیدا کرد و به گونه این سیاست قاطعی برای واقعا دولت سکولار رو ایجاد و حتی کسایی هم که حتی ناسیونالیست هم، حتی ناسیونالیست عظمت طلب هم هستن، کل ایران رو نمیدونم یک ملت و یک نژاد، حتی اونام تا وقتی که یک قشر صاحب امتیاز وجود داره دقیقا. مسئله بنای ملت وجود نداره. ممنون و سپاس از شما یوسف عزیزم و شما بینندگان عزیز برنامه برگستاری که حوصله کردید این برنامه رو توجه کردید. سلامتی آرزو.